شنو در اول رسته تو مانده این خدا بر محمد و آل محمد صلوات، بر امام خمت امت خمینی کبیر رهبر انقلاب اسلامی ما صلوات. می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم رحمان رحیم. خدایا به امید تو نه به امید خلق روزگار، داستان ما تا اونجا رسید که آقای کدخدا و بچه ها که در زندان بودند به دستور آقای رئیس زندان از زندان مرخص شدند و خیلی هم از اونها معذرت خواستند که شما به خاطر یک گناه کوچکی که اکبر کرده بود، البته در نوع خودش گناه بزرگی بود، که مراعات مقررات راهنمایی برای رانندگی شهر تهران رو نکرد و به زندان افتاد. بعد دیگران هم به خاطر او، برای اینکه او تنها نباشه، از پلیس خواهش کردن که با او در زندان بمونن و وقتی که آزاد شدن اون پسر که حسن فرفره باشه و پلیس گفت منم آزاد میکنید و پلیس میخواست او رو یه مقدار دیگری نگه داره، ولی با خواهش کدخدا او رو هم آزاد کرد. و وقتی که شنید که راه کدخدا با منزل حسن فرفره یکی هست، کدخدا گفت من میبرم و میرسونم به در منزلش و از اونجا میریم دنبال کار خودمون. و الان ما کدخدا رو در جایی میبینیم، یعنی در مقابل منزل حسن فرفره میبینیم که حسن رو میخواد در تحویل مادرش بده و بقیه‌اش رو دیگه خودتون منتقل میشید که کجا رفتن، چیکار کردن و چه خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا آخ آخ آخ، به امید تو نه به امید خلق روزگار. ببین آقای حسن آقا، شما یه حرکتی کردی، یه رفتارهایی داشتی، انسانی نبود. رفتارت این بود که در خانه های مردم میزدی فرار میکردی، رفتارت این بود که شیشه های خانه مردم رو میشکوندی فرار میکردی، رفتار بد دیگرت این بود که به مردم فحش میدادی و توهین میکردی. و الان که از زندان مرخص شدی، همونطور که اکبر یک پسر مؤدب و منظم و مرتبی شده، تقریبا الحمدلله شکر میکنیم خدا رو که رفتار ناشایست در مدتی که ما در زندان بودیم از اکبر سر نزد، و همونطور هم دلمون میخواد
رفتار ناشایست از شما سر نزنه. میدونم برام همینطور میتونم آقای تخدا هر سی صبح بده و دوست میدم عزت را وغرور را متصدر دور آورد تو خونه دم خونه بود. اما اجازه بده من برم در خونه رو بزنم مادرم بیاد و از شما تعارف کنه دعوت کنه بفهمه تو منزل یه پیاله چای بخوری بعدم برید. نه عزم جون، ما ببین پدر جون ما خیلی خسته هستیم. این راه طولانی از زندان تا در منزل شما که پامنار باشه، کوچه شهید صوفیانی باشه، خیلی خستمون کرد، کمرمونم درد گرفت، دلم میخواد آقای حسن فره. ما به بچه ها گاهی اوقات اکبر رجب شعبون کریم اسکندر میگیم بابا جان خبر خوش یا خبر ناخوش رو زود در اختیار کسی نمیذاریم. مادر تو الان خیال میکنه که تو پلیس میخواست مادر تو رو بترسونه و به مادر و در وجود تو وحشت ایجاد بکنه که دیگه کار زشت نکنی. از این نظر به مادرت گفت که حسن زیر شلاق‌های پلیس مرده و مادرت هم که جنازه تو رو خواست گفتن انداختیم تو چاه. این مادر الان بیاد یا ببینه تو دم در خونه وایسادی، از خوشحالی بسیار بسیار زیاد که تو رو میبینه یک مرتبه ممکنه قلبش بیسته و خدای نکرده سنکوب بکنه، سکته بکنه، ناراحت بشه. این است که بچه ها به خصوص، یعنی هر آدم که میگه من آدم هستم، انسان هستم، باید حرف بد، خبر بد یا خبر خوب رو یک مرتبه در اختیار کسی نگذاره. من میرم در خانتون، خونتون شماره شنه، خونه شماره تقریبا دوه. خیلی خوب باشم جان، شماره نو صداتم در نیام، من میرم در منزلتون میزنم و مادرت اگر اومد این